بنام خدا. سلام بچه ها، امروز میخوایم موضوع گراف رو از فصل دو این کتاب گسسته برای شما باز کنیم و شروع کنیم به نکات اون و اشاره به موضوعاتی که توی گراف برای شما مطرح میشه. چند تا مقدمه اولی خیلی کوچولو موچولو از کتاب میریم جلو، ده حتی مثالایی که توی کتاب آورده که شما با موضوع گراف آشنا بشین، بعد دیگه یه ضرب میریم سر چی؟ معرفی های مرتبط با گراف. مسئله خاصی امروز حل نمی کنیم با هم دیگه، بیشتر میخوایم پارامترهایی که توی گراف برای شما باید مهم باشه که بازگو بشه اونا رو بهش اشاره کنیم. بریم کار امروز رو ببینیم. فصل دوم کتاب گراف و مدل سازی هستش. دو تا تکه، دو بخش اصلی داره: معرفی گراف، مدل سازی گراف. مدل سازی با گراف تازه به کتاب اضافه شده، یعنی توی کتاب بچه ها نظام قدیم هستش، ولی خب معرفی گراف از قبل بوده، الان هستش، حالا گرچه بخشش هست شده. بچه ها نظام قدیم هم از این موضوعات حتما میتونه استفاده کنه، ولی خب موضوع اونا رو تکمیل نمی کنه. بخوام راجع به معرفی گراف با هم دیگه حرف بزنیم. کتاب با چند تا مثال دمی دستی شروع کرده، بعد یه سری تاریخچه و اینا هستش که مثلا راجع به شهر گونیسبرگ مثلا صحبت کرده که مثلا چند تا بخش داشته این شهر، بعد پل‌های این بخش رو می‌خواستن مثلا ببینن که میشه یک بار عبور کرد از هر پل، بعد از نقطه شروع به نقطه همون شروع دوباره رسید، یعنی یه جوری حالت دور زد تو این شهر یا نه. این سوال رو مثلا راجبش با لئونارد اویلر مثلا شروع کرده صحبت کردن که آقا این ایشون بوده که اولین نفر اومده مثلا راجب این موضوع جواب بده، بعد آروم آروم پس گراف پیش اومده، یه جور تاریخچه است بیشتر، و ثابت هم کرده که خب نه این نمیشود چنین چیزی با اون نظمی که توی گراف داشته دیگه، با اون نکاتی که توی گراف داشته. این از این. بعد نکته دوم که بهتر بگیم که مثال بعدیش دیگه اختصاص داده به معرفی مثلا یه موضوع که آقای شیخ بهایی ریاضدان ایرانی مثلا باش مرتبط بوده که سه تا خونه داریم، سه تا چاه داریم، میخوایم مثلا راه‌های ارتباطی از خونه‌ها به چاه‌ها بذاریم که راه‌های ارتباطی هم دیگر قطع نکنن. بعد دوباره موضوع گراف اینجا باز شده، بعد ما طبق قواعد گراف فهمیدیم که نه، حداقل دو تا از این راه‌های ارتباطی هم دیگر قطع میکنن. اینم باز مباحث گراف هستش، و ببین فقط تو نمیخواد که اینا رو شما حفظ کنید، فقط میخوایم توضیحات گراف آروم آروم داره تو ذهن شما میاره که چه حرکتی انجام میدید. بعد اومده یه مثال دیگه زده، خب گفته حالا مثلا 5 تا تیم فوتبال داشته باشیم توی گروه، بحث‌های برد و باخت مطرح باشه، تیم آ مثلا چه تیمای برده باشه و الی آخر. بعد گراف جهت‌دار براش رسم کرده، یعنی برای هر تیم یه نقطه انگار در نظر گرفته و گفته خب این آ ای رو برده، نه آ بی رو برده، بعد ولی به سی باخته، مثلا یه همچین چیزی هستش، براش گراف رسم کرده. بعد اومده به دانش آموز گراف جهت‌دار رو معرفی کرده. اینا فعلا هیچ نیست، فقط ذهن دانش آموز رو آماده میکنیم. یواش یواش دیگه اینجاست که کار شروع میشه، یعنی اینجاست که تعاریف اصلی گراف میاد توی کار و مفاهیم اصلی گراف و اون نکات اولی گراف میاد توی کار، که الان ما میخواییم پای تخته به اونا اشاره کنیم تا اینا رو با همدیگه چیکار کنیم، جمع جور کنیم. موضوع گراف اولش با چند تا نقطه شروع میشه، بهتره بگیم. یعنی تو هر گرافی که شما میخواین حرف بزنی، معمولا من دارم یه گراف فرضی میکشم، اسامی هم براش رو میذارم A B C D E. اینا میتونن اسم تیم ها باشن، میتونن اسم شهر ها باشن، صدای چیزی هم اومد مجید داره کتلت میخوره، چیز خاصی نیست، میتونه اسم شهرها باشه، اسم تیم‌ها باشه، اسم نفرات باشه. ببین اون یا ناحیه‌های شهرهای مختلف که تو بحث پل مثلا شهر روسی بود، بعد شروع می‌کنه اینا رو به هم وصل کردن. بعضی مواقع این وصل کردن‌ها بدون هیچ جهتی هست، جهتی در کار نیست. بعد اینم بذار وصل کنم مثلا این مدلی رو مثلا وصل کنم، جهتی در کار نیست، مثلا میمونه مثل مثال‌هایی که در مورد جاده ها ما می‌خوایم حرف بزنیم. می‌خوام بگیم از شهر C به شهر B دو تا جاده داره، حالا اینکه رفت برگشت اینا بر ما مهم باشه مثل اینکه مهم نبوده، یا مثلا اینجا وردار یه جاده دیگه یا سه جاده مثلا برشون رسم کنه. اینجور مدل گراف ها بیشتر برای ارتباط بین شهرها، ارتباط خطوط پرواز مثلا بین شهرها مثلا مصرف میشه، که بین یه شهر تا یه شهر دیگه بیشتر از یک راه ارتباطی برقرار کرده. ما توی این فصل، یعنی توی این بخش کل کتاب، راجع به این گراف اصلا صحبت خاصی نمی کنیم، مگه موارد خیلی نادری در حد یه تست هوش سوالی مطرح بشه، وگرنه ما یه همچین چیزایی نداریم. چرا؟ چون از نظر ما این گراف ها گراف های ساده نیستن،
بحث‌های علمی فرمولی محاسباتی ما برای اینا نداریم، مگر اینکه یه تست خاصی برای شما مطرح بشه، سوال خاصی مطرح بشه که سوال بیشتر جمعه چی داشته باشه، تست هوش داشته باشه تا مثلا شما بتونید اون رو جوابش بدیم. اما اگه احیانا این گراف رو همون بحث‌های شهر رو مثلا مطرح کنم، بعد براش A B C D E بذارم، بحث مثلا چی باشه؟ ارتباط داشتن باشه. اینکه چند تا راه ارتباطی داره نه، فقط ارتباط داشته باشن با هم دیگه. یه همچین مدل هایی ببین، اینم همینطور، اینم وصل میکنم به اینجا و اینم بذار به آن وصل کنم، یه همچین گرافی مد نظر ما باشه. خب دیگه الان میبینین بین A و B فقط یک راه ارتباط، یعنی ما میخوایم به توی دانش آموز نشون بدیم که آقا بین یه راه ارتباطی هست، یه رابطه‌ای هست. حالا این رابطه میتونه وجود راه ارتباطی باشه، رابطه دوستی باشه، رابطه دست دادن باشه، هر چیزی که تو فکر میکنی طراح تعریف میکنه، یه ارتباطی بین اینا هست. این ارتباط اهم از واقعا ارتباط فیزیکی راه مسیر باشه یا اینکه مثلا بحث تعریف طراح باشه، با یه خط نشون داده میشه. به هر کدوم این خط ها ما میگیم چی؟ یه دونه یار. به هر کدوم از اینا هم میگیم یه دونه چی؟ راس. هر کدوم این نقطه هایی که اونجا داریم صحبتشون میکنیم، بعد دقت کنید بین دوتا راس، بین دوتا شهر دیگه دوبله سوبله وصل نکرده خط، مثل اون مثال قبلی. اگه راهی هست یه بار رسم میشه، ارتباطی هست یه بار خط رسم میشه، اگه ارتباطی هم نیست مثل مثلا دیوسی اصلا رسم نمیشه. روشن شد؟ پس دیگه مثل اونجا دوتا ستا نداریم. ما به همچین گرافایی میگیم گرافایی چی؟ ساده. گرافایی ساده. البته بعضی از موارد گرافها مثل این وضعیت هایی که توی بحث برد و باخت تیم ها بود داشت مطرح میشد، بازم اینجا من A B C D ای بذارم، بحث های جهت پیش میاره. مثلا میگم این فلش جهت میذارم، این معنی مثلا ای آر برده است مثلا و بعدش اینوری جهت نداره، یا ممکن اینجوری باشه بازی ها رفت و برگشت باشه، یه همچین مدل هایی داشته باشه مثل اینا. باز مثل این ببینید اینجوری، اینجور موارد رو ما میگیم گراف های چی؟ گراف جهت دار. توی گراف های جهتدار حتی مواردی مثل این شکل هم دیده میشه، اینجوری که ما مثلا این رو رسم کنیم اینجا، ما بهش میگیم چی؟ توقعه. یعنی این شخص با خودش هم رابطه دارد. یکی از مثال های خیلی معروف که در مورد گراف جهتدار میتونم به شما بگم اینه. ببینین در مجموعه یه مجموعه میخوام بذارم آموزه با سه تا عدد ریز دم دستی به شما میدم، 1, 3, و 6. رابطه عاد کردن به کدام صورت گراف جهتدار نمایش داده می شود؟ عاد کردن ما که یاد گرفتیم توی فصل 1 یاد گرفتیم دیگه. خب تو اون بحث نزیاد تو وقتی میگی آد میکند برا، یعنی اینکه الهاز خونه میگفتیم بی بر آ چی هستش؟ بخش بسیره. بیا سه تا نقطه داری، ببین سه تا نقطه، یکی از نقطه ها یکه، این نقطه سه، این نقطه شیشه، یعنی این اعداد رو میکنیشون چی؟ نقطه. میخوام براشون گراف رسم کنم. اولا هر چیزی خودش را آد میکند، یعنی چی؟ یعنی اینکه من الان اینجا توی این شکل برای یک یه توقه میذارم، 1 بر خود 1 بخش پذیر است، اینجا 3 بر خود 3 بخش پذیر است، این توقه داره نمایش داده میشه، 6 بر خود 6 چی هستش؟ بخش پذیر است. حالا 1 چه چیزهایی رو عاد میکند؟ 1 همه اعداد رو عاد میکنه، همه اعداد برای 1 بخش پذیر است، 1 این 3 رو عاد میکنه. عاد کردن نه بخش پذیری، یا عاد کردن گفتم حواستون باشه، بخش پذیری بود اینوری مثلا فلش میزدم دیگه، 1 این 6 را هم عاد می‌کنیم. این جهت اینو چجوری بزنی اصلا و بعدا مهم نیست، سعی می‌کنیم تو سوال‌ها و مسائل حل می‌کنیم اینو تا اونجایی که میشه صاف رأس کنیم که بتونیم راحت‌تر سوال حل کنیم، ولی اینکه پیش در پیش هم اگه زد اشکاری نداره. 1 اینو هم عاد می‌کنه خوشمون، این واسه 1. حالا 3 چه چیز را عاد می‌کنه؟ 3 که 1 را عاد نمی‌کنه که، درست؟ 3 خودش را عاد می‌کنه و چی؟ و 6 را عاد می‌کنه. این هم هست. بعد 6 هم چیز دیگه ای رو عاد نمی‌کنه، فقط خودش رو عاد میکنه. ما به این میگیم یک گراف چی؟ جهت دار.
حالا طبق این میشه حتی مثلا رابطه‌های گراف جهت‌دار یه خورده تعمیم داد، فلش‌های برگشتی هم داشته باشیم. یعنی چی؟ همین مجموعه رو مثلا تو ذهنتون داشته باشین کنار دستش. بیام بگم که آقا رابطه همنهشتی به پیمانه سه را با گراف نشانده، با گراف جهت‌دار نمایش دهید. یعنی این سوال مثلا الف بوده باشه فرض کن، اینجا سوال چی دارم صحبت میکنم ب. خب دوباره یک گراف دیگه میخوام رسم کنم. پس من الان سه تا نقطه اینجا برات رسم میکنم، 1 3 6. این سه تا اولا هر چیزی با خودش هم نشته، یعنی این قواعدی بود که تو نظریه اعداد یاد گرفتیم. هر چیزی با خودش هم نشته یعنی چی؟ یعنی که دارستم من اینجا طوقه دارم، اینم طوقه دارم، هر چیزی با خودش هم نشته. حالا وقتی میگم هم نشته به پیمانه سه، یعنی میخوام نسبت به سه هم باقی مانده باشن. نسبت به سه هم باقی مانده باشن، سه با شیش هم باقی مانده، یعنی هم سه و شیش با هم اینجا رابطه دارن، هم شیش به سه مثلا با هم، یعنی جای سه و شیش هم نشتن یا شیش و سه هم نشتن، این رابطه دو طرف است. بعد کسی دیگه ای نیست. ببین این باقی مانده به سه چنده؟ باقی مانده به سه یک، ولی این باقی مانده به سه چنده؟ صفر. این باقی مانده به سه چنده؟ صفره. این تنها میمونه، چون باقی مانده به سه چی هستش؟ یکه. پیمانه است، این تنها میمونه، ولی اینجا میبینی رفت و برگشت شده. بعد میام میگیم که آخ خب شما این گراف جهت‌دار مقصد قسمت چی هستش؟ ب. پس تو گراف های جهت دار که داریم بحث میکنیم، بعضی ما ارتباط ها دو طرفه است، بعضی ما چیزی مثل طوقه که خودش با خودش رابطه داشته باشه، مثل خودش خودش را عاد میکند، خودش با خودش که هم نهشت است، یا مثلا تو بحث های تشابه مثلث ها خودش با خودش که مشابه هست، یعنی اینجاها طوقه داریم ما بحث میکنیم باشه. ولی ممکنه یه رفتی داشته باشی توی نوع سوال، برگشتی نداشته باشی، شاید هم رفت و برگشت داشته باشی، یا اصلا مثل اینجا اصلا هیچ کدومو نداشته باشی با هم دیگه. اینا رو میگیم گراف های جهت دار. حالا بحث گراف های جهت دار همینقدر تو کتاب صحبت شده بلاغه و دیگه جلوتر نرفته که مثلا مفاهیم سطح بالاتر بگی، ولی بچه‌ها نظام قدیم خب میرفتن جلوتر از مفاهیم سطح بالاتر هم کار میکردن. ما اون چیزی که توی این فصل کار میکنیم و فرمولیته مفهوم میگیم، نکته میگیم و میگیم آقا اینو اینجوری فرمولی حل کن، اینجوری مفهومی حل کن، فقط و فقط این گراف چی هستش؟ گراف ساده که توی این تخته به شما نشون دادم کجاست؟ ببینید، یعنی ما توی مباحث حلیمون فقط اختصاص میدیم کارمون به همین گرافای ساده که اگه بین دو تا نقطه ارتباطی وجود ندارد که ندارد، اگرم وجود دارد فقط با این خط مستقیم، با این یال مستقیم نشون میدیم. همین. چیزی به اسم طوقه تو گرافای ساده نداریم، چیزی به اسم دوبله سوبله وصل کردن نداریم، یه همچین گرافایی رو ما اصلا کار نمی کنیم. روشن شد؟ این گراف غیر ساده هم باز چیه؟ ما اصلا کار نمی کنیم، به صورت فرمولیته و مفهومی کار نمی کنیم. تنها بخشی که کتاب خیلی روش اهمیت میده گراف چیه؟ ساده هستش. فرق میزنیم اون یکی گراف ها جهت داد باشه یا نباشه، یا مثلا غیر ساده باشه یا نباشه، در حد تست های هوش بیشتر مطرح میشه که شما سوال رو مثلا ببینید بگید آها پس این مدلی گزینه مثلا 4 همچین فرض. مورد بعدی توی گراف ها مجموعه رأس ها و مجموعه یال هاست. ببین اون نقطه ها رو میگفتیم رأس، اون خط هایی که وصل میکردیم میگفتیم چی؟ یال. مجموعه رأس ها رو معمولا ما با وی نشون میدیم، بعد یه حرف این اف ایکس که مثلا یه تابه نشون میدیم، میگیم مثلا وی این یه گرافه. بعد مجموعه یال ها رو معمولا با این نشون میدیم، میگیم ای یه گراف هستش، یه همچین نمادی برای مشخص میشه. منتها تو مجموعه یال ها خیلی باید حواس جمع باشی که گرافتون جهت داره یا چی؟ گراف ساده. اینو باید حواست باشه. مثلا اینجا یکم از سوال بزنم، گراف جهت داری یا گراف ساده؟ یعنی چی؟ ببینیم فرض کنم یه همچین گرافی دارم، خب رأساش که کاملا مشخصه، میگه میگی وی برابر است و هر چی اینجا رأس داریم اینجوری، حالا من پر رنگشونم کنم، مثلا می‌بینید اینجا A هست و B هست و C هست و D به عنوان چی؟ رأسا نشستن. اینو میگه مجموعه وی گراف. اینجوری شد مجموعه، یه مجموعه بهتون من تحویل میدی. حالا راجع به تعداد اعضاش اینا رو با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی اینو میگه مجموعه چی؟ رأسای گراف. حالا برای یال یه گرافت بحث چی داریم اینجا؟ بحث جهت داریم.
وقتی جهت دار هست حتما باید چی باشه؟ زوج مرتبی بیان بشه، یعنی این مجموعه باید زوج مرتب باشد. نظم داریم. چرا؟ چون شما وقتی میگی آ به ب، یعنی میخوام نشون بدم که این فلش اینوری وجود داره، حالا بی به آ هم هست و اینجا بی به آ هم می‌نویسه، این دوتا با هم متفاوتن، یه ویرگول هم وسط. یا حالا مثلا راجع به آ ادامه بدیم، آ فقط به اینجا وصل و دیگه وصل شد. حالا نکنیم بی، این دوتا رو ما پس حرفاشون زدیم دیگه. حالا مثلا بریم سراغ بی. بی به چی؟ بی به سی و سی به بی هم هست. این دوتا گراف هم حرفاشو زدی اینجا، ویرگول هم وسطشون. حالا بریم راجع به این توقه ها هم با هم صحبت کنیم، راجع به این دوتا هم با هم صحبت کنیم. مثلا اول راجع به این دوتا، این دی به سیه، دی و سی، و دیگه اوتوماتیک وار سی به دی دیگه نداری. حالا اینجا دی به آ هستش، ببینین دی و آ، و دیگه اوتوماتیک وار آ به دی نداری. ادامه بدم توقه سی و سی، برای توقه این خودش با خودش رابطه داشت. اینجا هم میگیم چی؟ دی و دی، و تمام میشه. مجموعه رو میبندیم، میگیم شما مجموعه اصطلاحاً زوج مرتب های مرتبط با یال ها رو به من تحویل دادی. تو باید ذهنت سیال باشه، یعنی من اگه اینو دادم به عنوان طراح بتونی اینو سری بر من آماده کنی، و بالعکسش هم وقتی اینو میدم تو باید بتونی سری اینو آماده کنی. پس این دو طرف هست یه ذره قضیه. تو ذهنتون فکر کن اگه اینو هم دادی ای بی سی دی اینا برای خودت میچینی و شروع میکنی چه حرکتی انجام دادن، گراف از روی این رسم میکنی. مثلا نقطه ها رو میذارم، میگم آ به بی وصل شه، تو شروع میکنی یه فلش آ به بی میزنی، مثلا بی به آ وصل بشه، یه فلش بی به آ مثلا وصل میکنی دیگه، این روال مثلا رسم میشه. اما در مورد مثلا گراف های ساده که صحبت میکنیم دیگه این فلش ها وجود ندارن، و تو فقط بگو ارتباط هست یا نیست، یعنی اون باید چجور نمایش داده بشه. نیا کنی مثلا اینجا تو این مثال گرافی که ساده است، اولا جهت مد نداره، توقه نداره، دوبله سوبله وصل نکرده، اینا قواعد گراف چی هم ساده هم دیگه. وی مصیبا رأس رو بده بیاد، ای هست و بی هست و سی هست و یه دی هم اینجا دارم و ای هم دارم و یه اف هم تنهاست، یه شهر تنها هم دارم، اینم اف. حالا یال ها رو بده. ببین دیگه جا بحث بس گراف نیست که، فقط وجود ارتباط مهمه. مثلا آ به کجا وصله؟ می‌نویسی آ به دی وصله، آ به سی هم وصله، آ به ای هم وصله. تمام راه‌های ارتباطی آ رو گفتی الان. ببین دیگه اصلا اولا پرانتز نمی‌ذارم، زوج مرتبی به قضیه نگاه نمی‌کنم، فقط میگم آس. اینجا که این نفر میگفت آ سی آ، گفتم باشونم یار دیگه، یعنی سی آ هم وصل می‌کرد، هیچ فرق نمی‌کرد. مهم اینه که بگی یه رابطه‌ای بین اینا هست، یه وصلی بین اینا هست، یه خط اینا رو به هم وصل کرده. اینگار داری پاره خط نام میبری، رسما داری اینجا پاره خط نام میبری که ابتدا انتهاش بزنیم. حالا پاره خط که نام میبری، پاره خط آسه باشه یا سی آ باشه، اون دیگه مهم نیست تو چه جو بیان میکنی. سی و ارتباطاشو گفتی، خب آ رو ارتباطاشو گفتی، حالا بریم ارتباطات چی؟ بی. بیو نیا کن، بی به دی، بی به سی، این دوتا پاره خط رو هم حرف سر زدی. دوتا پاره خط دیگه مونده دیگه، این ای، یه دونه هست ای به آ که قبلا ای به ها رو گفته بودیم، این با این پارخط رو حرف زده بودیم، ای به چی فقط سی، و تمام میشه. چند تا پارخط اینجا داری؟ ببین یکی دو تا، اینجا هم سه تا، این بلنده، این هم چهار تا، این یکی بلنده، این پنج تا، شش تا. باید شش تا پارخط میداشت کردم، یک دو سه چهار پنج شش تا پارخط ذکر کردی. اینو میگه مجموعه یال ها. اندیس جی رو هم بعضی ما تو سرعت نمیذاریم، ولی خب دیگه باید منطقم باشه دیگه، لازم تا نهایی اینا باشه. وی جی، ای جی. حالا راجع به تعداد رأس ها اینا میشه با هم صحبت میکنیم، تعداد یال ها، تعداد رأس ها میشیم حرف میزنیم، ولی نحوه نمایش حواستون جمع باشه. گراف جهت دار هست اونجوری نشون میدیم زوج مرتبه، جهت دار نباشه این مدل نشون میدیم، یعنی دیگه اصلا برای مهم نیست که فلشت کدوم وری، فقط مهم رابطه بین دو تا رأس هستش. اینم از این. حالا یه مثال نیا کنیم بچه ها. توی این بحثا که ذهن ما هم سیال باید باشه، یه موضوعی به اسم دوتا گراف یه ریخ به وجود میاد. یعنی من طراح اینو به دانش آموز میدم، سری اینو برام مینویسه، یعنی رأسا یال ها همه رو برام مینویسه. مشکل اونجا آغاز میشه که مثلا اینو میدم، اینجا رو میدم، این رأسا رو میدم، یال ها رو بهش تحویل میدم، میگم برو گراف برام رسم کن، ممکنه سلیقه‌های متفاوتی دیده بشه و این اصلا ایرادی نداره. یعنی گراف یه ریخت این بحثش اینه که ممکنه من
به درستی با استفاده از این اطلاعات یه گرافی رو حس کنم که ظاهراً با یه گراف دیگه که یه نفر دیگه به درستی اونم رسم کرده با همون اطلاعات ظاهراً متفاوت باشه، ولی وقتی میری تو باطنش نه این همون گرافه، اصلا با هم یه ریختن، اسم یه ریخت داستانش نمیگه، با هم یه شکلن، یه ریختن اصلا قیافه هاشون، ولی ظاهر اولیهشون متفاوت بوده. مثلا نیا کنیم اینجا یه نفر ممکنه بیه اطلاعات این گراف رو رسم کرده باشه، بعد من بیام اینجور رسم کنم برای خودم، نیا کنیم اینجا رو بگم V1، اینجا رو بگم V2، اینجا رو بگم V4، اینجا رو بگیرم مثلا V3، یه دونه هم بذارم اینجا V5، این هم اینجا. بعد این نقطه هاش رو میخورده هایلایت کنیم، رأس ها رو معمولا پر رنگ میذارم. این دوتا گراف یه ریخته یه ریخته، ببین ما تو گراف رسم میکنیم نباید این هندسه بگیم مثلث متساوی رو از لاقای مزاوی، ما هم چیزی نداریم، ما فقط خط رسم میکنیم بین اینا. اینجوری که حتما شکل مثلثی باشه نه، بعضی ما این دونه های تسبیح می شکل، این دونه تسبیح که اینجوری رشته های نخ به هم وصل، این دونه تسبیح برم دارم میذارم اونجا، ببینید اینو برم دارم میذارم اون ور، دقیقاً همین اتفاق افتاد، V5 رفت اون ور. بعد این مثلث رو شما گرد بکشی، مدلش رو مثلا مربعی بکشی، اصلا مهم نیست. بگم اینجا مثلا نیا کنم، مثلا فکر کن یک طراحی یا یه دانش آموز این گراف رو رسم کرده باشه، حالا من گراف رو رسم میکنم، دوست دارم گراف رو اینجوری رسم کنم. مثلا اینجا بذارم A B C D، C به E وصله، C به E وصله، C هم به اینجا. این گراف با این گراف یه ریخته یه ریخته، این انگار مثلا این نخاشو باز کردم حالت مثلا مربعی بشدم، این سی به ای هم وصل، سی به ای هم نخش آوردم اون بر، این دوتا این اینه همه یه ریختن و هیچ فرق با هم دیگه ندارن، این دوتا هم یه ریختن. بعض ما برای اینکه تو سوالا نگاه میکنیم میخوای یه چیزی رو بشمور، در آینده ما میخوایم مسیر دور اینا رو بشموریم، ببینیم چقدر سخته با سوال کار کردن، میگه با این گرافی خود پهنش کن، این گرمراهاشو باز کن، گرمراهاشو که باز میکنی میگه ایول حالا میتونم راحت تر دوری نمیدونم مسیر یه چیزی برات بشمارم. این اینا رو حواس جمع باشین، تو گرافای یه ریخت از نظر ما این دوتا با هم چی هن؟ هم نشن، یعنی یه هم ارزن، اینجا بگیم دوتا هم با هم چی هن؟ یه ریختن هم ارزن. یه نکته دیگه هم بهتر اینجا انجام بدیم برای شما، بگیم به شما، اونم اینجاست. برگرد شه این نقطه ها رو سعی کنی، رأس ها رو سعی کنی هایلایت، یعنی دیگه خود توپر بذاری. من سر تست ممکنه بعضی مواقع با همین نقطه گذاری ها شما رو اذیت کنم، تا وقتی که اینجا مثلا این نقطه تست ها دوتا پاره خط دوتا یال، تا وقتی که من اینجا هایلایت نکردم، پر رنگ نکردم، اینو رأس نگیری یا، چون ما داریم در ادامه گرافامون نامگذاری نمیشن، یعنی بدون نام ذکر میشن، برای ما اسم نمیاره، خودم لازم باشه اسم میذارم براشون ABC اگه لازم باشه، ولی معمولا تو سوالا خوب نگاه کنیم میبینیم که گرافا اصلا بدون نام ذکر میشه، ABC دیگه رو براش نمیذاره. تو این بدون نام ذکر شدن ها دانش آموز میاد اینجا یه نقطه فرض میکنه، یه رأس فرض میکنه، براش نام میذاره، شروع میکنه مثلا اگه اینجا نقطه داشته باشم، خب مثلا این نقطه F جدید، این نقطه چی میگن G جدید معرفی میشه، یه نقطه به اینا چیکار میکنه؟ اضافه میکنه. تا وقتی اینجا هایلایت نشده شما اونجا رأس جدید در نظر نمیگیری، انگار از رون رد شده. بعد تو سوالا هم حواس جمع باشی، معمولا این رأسای اینجا یه جورایی از ذهن دانش آموز چی میگن از چشش در میره، فرار میکنه، یعنی تو اینجا رأس بوده تو رأس نگرفتی، یا بالعکس رأس نبوده تو رأس گرفتی. اینو حواس جمع باش دیگه، اگه دیدین فقط عبور در حد یه عبور عادیه، اینجوری پررنگی چیزی نشده که هیچ اتفاق نیفتاد، دو تا یال از رو هم رد شده، اما دیدین نه پررنگ شده، اونجا یه رأس خاص برای خودتون در نظر بگیرید. از اینجا به بعد دیگه نکات و مفاهیم رو میبریم تو زیر مجموعه گراف چیز ساده، همونجوری که کتاب هم روی گراف ساده دیگه همین نکات و مفاهیم و نکته ها رو مثلا گفته، ما هم همین کار انجام میدیم. مرتبه گراف اولین چیزی که شما یاد میگیرید، مرتبه گراف اگه بخوام حرف بزنم راجع بهش، اول میگم ما تعداد رأس ها، چند تا اینجا رأس داری، راجع به اون دارم سوال میکنم، تا نقطه هایی که مثلا گذاشته برم، یا اگه بخوام یه نماد دیگه براش به کار ببرم اینجوری میرسم وی گراف یه دو خط دورش. وی گراف چی بود؟ مجموعه رأس های شما بود دیگه. حالا وقتی این دو خط دورش بیاد، یعنی اندازه اون مجموعه، یعنی تعداد اعضای اون مجموعه.
نمادی که برای مرتبه به کار میبریم چی هستش؟ پی. مثلا گفتم مرتبه ده پی دهه، یعنی که شما 10 تا نقطه داریم. مثلا تو این سال یه نامگذاری براش بریم، مثلا اینجا بزنیم A B C D، اینم E، اینم F، اینم چی G. وقتی تو راحت میتونی مجموعه رأسا رو بریم C A و B و C، یعنی نامگذاری کردی برای خود دیگه الاخر E و F و G، میگم تعداد این چند تاست؟ میگی 1 2 3 4 5 6 7. مرتبه رو میگیم چند؟ 7. بعضی موقع بدون نامگذاری هم بیان میشه، تو فقط شروع میکنی چیکار کردن؟ نقطه شمردن. یعنی مرتبه 7 یعنی 7 تا نقطه داری. یا مثلا بلکسش هم هست، مثلا میگم یه مرتبه 7 رأس کن، اولین کاری که میکنی نقطه نقطه مثلا برای خود میکشی دیگه. این میشه بحث چی؟ مرتبه. پشت بندش راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟ اندازه. اندازه بهتره بگیم که تعداد یال هاست. این دقیقاً همین حرفو میزنه. اگه بخوام نماد براش به کار ببرم اینو انجام میدم دیگه. ای یه گراف یه دو خط داشت. این ای چی بود؟ مجموعه یال هات بود. مجموعه یال هات رو میخوام ببینم بشمارم ببینم چند تا یال نوشتی برای من. کدی هم که براش به کار میبرن چی هستش؟ کیو. پس پی و کیو به ترتیب میشن مرتبه و اندازه. مثلا اینجا وقتی شما میخوای ای رو بنویسی برای من، یال ها رو بنویسی، جهت نداره دیگه. از اینکه اصلا قرار بود که این اتفاق نیفته دیگه. مثلا بریم تو زیر مجموعه گراف سی ساده. هر چی یال هست رو می‌نویسی. می‌کن آ اف رو می‌نویسی، اینو نمی‌نویسی. بعد آ ای می‌نویسی. آ س اینو نمی‌نویسی. آ ب اینم نمی‌نویسی. این سه تا اینجا نمی‌نویسی. این چهار تا نمی‌نویسی. حالا بی بی ای بی سی این دو تا رو هم نوشتم برای شما. مونده ای سی وی گول نداره دیگه. ای سی اینجا اینم نوشتم برات. یه دم ای دی و دی سی مونده. ای دی و دی سی اینم میشه مجموعه چی؟ یال هات. و وقتی میگم آقا جان یه زحمتی بکش اندازه بر من پیدا کن، اندازه گراف رو بگو چی هستش، تو میگه چند تا یال، اینجا چند تا نمیشه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، میگه 9 معنای چی؟ اندازه گراف شمار داره. همینجا هم باید بتونی بشموری 1 2 3 4، پار خطا رو 1 2 3 4 و 5 و 6 7 8 9، 9 تا مثلا شما چی دارین؟ اندازه. 9 تا یال داریم، میگه اندازه چند هستش؟ 9. پس مرتبه، اندازه، حواس جمع باشین. چی شد داستان؟ نمادهاش پی و کیو، مفاهیم مثلا ریاضی طورش و خود خودمونیش تعداد رأس، تعداد یال. روشن قضیه؟ توی موضوع پشبندش بلافاصله موضوع درجه هر رأس مطرح میشه. وقتی راجع به درجه هر رأس صحبت میکنیم میگیم آقا تعداد یال های منتهی به هر رأس، یعنی توی رأس چند تا یال اینجور اومده بهش مثلا وصل شده. نمادش هم یه همچین چیزیه، مثلا میذارن درجه دیگری، مثلا یه همچین چیزیه وی اینجوری وی، حالا شماره آی میذارن برای وی یک وی دو وی سه. حالا بحث بینید که رأس ها رو شما چه اسمی گذاشته باشین. الان تو اون سال قبلیه یه نگاه بندازین، تو این سال قبلی پایین ببین چه چیز چند تا یال به آ وصله. شما میگی 1 2 3 4 تا یال اینجور به آ اومده، اونجا میگم که خب حله، مثلا درجه آ برابر با چند؟ 4 تو نمونه قبل. یا مثلا باز یه نگاه بندازیم، مثلا چند تا رأس، چند تا یال اینجور به سی اومده، 1 2 3، اینم 4 تا. بعد تو نوشته ها دوباره میگم آقا درجه سی برابر با چند؟ 4. باز یکی دیگر ببینیم، مثلا چند تا یال به دی اومده، شما میگی یکی از دیمه، یکی از دیمه، 2 تا. پس تو نوشته ها بینیستم درجه دی برابر با چند؟ 2. یا باز یکی دیگه اف رو نگاه کنیم، اف چند تا یال بهش اومده؟ فقط یه دونه. چی می نویسی بر من؟ درجه اون F 1. حالا اینجا نگاه کن G باز تو شکل قبل چند تا یال بهش اومده؟ هیچی. اینو میگیم درجه. باید وقتی منفرد میدیم برای شما میگیم آقا درجه چند داره؟ 0 داره. درجه 0 داره یعنی یال به آن نمیرسد، یالی بهش ختم نمیشه. مثل اون سال که اونجا انجام دادیم میگیم درجه رأس جی اون چنده؟ میگی چند؟ 0. چیزی بهش اصلا وصل نشده.
پس تو مفاهیم بعدی، یعنی گام جلوتر از مفاهیم، چیزی که بر شما مطرح میکنیم درجه رأس با چی؟ رأس تنها یا رأس منفرد، که تو این شکل شما رأس تنهاتون کدوم بود؟ رأس جی بود دیگه. بقیهشون دیگه منفرد نبودن. منفرد نبودن یعنی چی؟ یعنی به هر کدومش یالی وصل شده بود. یه یالی وصل شده بود تموم شد. چند یال وصل شده میگه درجه است. حل تا اینجا. گام بعدی باز برم بخوام جلوتر، رأس فرد مطرح میشه، رأس چیزش. رأس فرد وقتی صحبت میکنیم یعنی درجهش فرده. اون یعنی رأس فرد. اونجوری که داشتیم صحبت میکردیم، مثلا اینجا نیا کنیم دوباره برگردیم اینجا، درجه F رو گفتیم چنده؟ درجه F رو گفتیم یکه. تو اون شکل درجه F یکه، یعنی که عدد فرد اون رو میگیم رأس فرد. یا مثلا الان میخوام رأس زوج بگم، سی، آ، دی، اینا همشون چی هن؟ زوج هن از درجه هاشون، اونا رو میگیم رأس های زوج. پس اینجا میدونستم رأس زوج چیه؟ میدونستی آ درجه اش زوج است. روشنه؟ در هر گرافی فرق نمی کنه. شما الان باید اول بدونی مرتبه چیه، اندازه چیه، حالا اون حداقل سوال های اولی از سطح پایینش، پشپندش درجه چیه، رأس منفرد داره نداره، رأس فرد چیه، رأس زوج چیه. بعدی دو رأس مجاوره یا همسایه. دو رأس مجاور میگیم، حواستون باشه با یال مستقیم به هم وصل شون، مستقیم با یال به هم وصل شون. مثلا نیا کنیم اگه اینجا رو اسم بذارم ABC، ABC مستقیم وصل شده؟ نه. اگه میخوام مثلا از به سی برسی از جاهای دیگه باید رد بشی بری به سی برسی، مستقیم به سی وصل نشدی. پس ای و سی مجاور نیستن. اینجا میرسم ای و سی مجاور نیستن. اما یه جایی رو مثلا اینجا رو بگیم مثلا ای، آب ای مستقیم وصله، آب با ای مجاور هستن، یعنی با یه یال مستقیم وصله. تو فکر نکنی که مثلا اینجا اسم میشد دیدن بغل هم بودن، یعنی همسایه بودن، یعنی مجاور بودن. ممکنه بغل دست هم باشن مثل این دوتا، ولی وصل نشده باشن. الان اینجا سی و دی درسته بغل دست همه، اما سی و دی رو ما میگیم مجاور نیستن. روشنه؟ یا مثلا اینجا اسمشو بذارم اف. اف با کی مجاوره؟ مثلا اگه بخوام الان اینم جی و اچ و اینا رو بذارم، اف با کی مجاوره؟ فقط با یه نفر مجاوره دیگه. با چی؟ جی. یا مثلا جی بی با کیا مجاوره؟ مثلا بی رو بگیم، بی با کیا مجاوره؟ میگی ماشاءالله دور و برش خیلی زیاده، ای هست، آ هست، سی هست، اچ هست، این مجاور بودن. خب خودش مثلا چی میشه؟ انگار میتونه یه تعریف هم باشه دیگه برای این داستان که هست. یعنی میتونیم حتی برای مجاور بودن گراف چی بکشیم؟ جهت دار بکشیم، بگیم که هر کی با خودش که مجاوره. آره. بعد الان ببینیم با کیا مجاوره، یعنی گراف جدا بکشیم براش به عنوان گراف جهتدار که مجاور بودن اینا رو تعریف کنیم برای شما. حالا بگذاریم مجاور بودن، پس معناش مشخص شد دیگه. کنار هم بودن معنی نمیده. چی معنی میده؟ با یال مستقیم وصل شدن معنی میده. اینم از این بحث. بحث بعدی، حالا که همسایه ها رو یاد گرفتم باید بدونم همسایه رس از دید باز و بسته یعنی چی؟ این خیلی مهمه. همسایه های یک رس باز و بسته، این موضوع یکی از مهمترین موضوعات اضافه شده به کتاب درسی شما. تو موضوع چیه؟ معرفی گراف. وقتی همسایه ها، اینجا یه نامگذاری کنیم الان، مثلا اینجا بذارم آ، ب، س، اینجا دی، ای، اینم اف، اینم جی، یه نقطه هم اینجا دارم، اینم اسمشو بذارم چی؟ اچ. این نقطه پر یه گراف رس شده باشه. همسایه های باز وقتی صحبت میکنیم شما اینجا میگه این گراف دارم صحبت میکنم، این جی برای چی؟ آ. باز. بسته چیه؟ میگم این جی گراف دارم صحبت میکنم برای چی؟ دوباره مثلا آ یا بی. نماد آ یا بی که اینجا میذارم، هرچی که این تو بذارم مهم نیست، مهمه که شما بسته باز رو خوب دقت کنیم. مثلا بیاین اینجا الان یه زحمتی بکشیم همسایه های باز آ رو بگیم برای صرف جوری در مثلا نوشتار، بعض ما دیگه علامت گراف این پایین نمیذاریم دیگه. کیا به آ وصلن؟ هر کی به آ وصله بگو بگو. میشه همسایه هاش، همسایه های باز رو هم دارم میگم. خب بگو دیگه کیا به آ وصله؟ یکی بی وصله، یکی ای وصله، مستقیم وصل باشه، غیر مستقیم نمیگم، مستقیم وصل، به ای وصله، یکی به اف وصل، کسی دیگه وصل نیست. این میشه همسایه های باز آ. اگه همسایه های بسته آ رو ازت خواستم،
همسایه های بسته خودش رو هم باید ذکر کنی، یعنی هم اینجا بی و ای و اف و تحویل من میدی، همچنین هم خودش هم تحویل میدی. پس تفاوت این دوتا چیه؟ باز و بس که صحبت میکنیم در مورد هر رس صحبت کردی، همسایه ها یعنی چی؟ یعنی اونایی که بهش وصلن، اون میشه باز. اینا میگه اونایی که بهش وصلن و خودش، اون میشه همسایه های چی؟ بسته. در مورد هر رس، مثلا بریم راجع به رس چی صحبت کنیم؟ با هم راجع به رس جی صحبت کنیم. با هم اگه راجع به رس جی این بالا بریم سمت دیگه جی صحبت کنی، همسایه های جی بازشون کی میشه؟ بگو جی به کجاها وصله. یکی به اف وصله، مینویسم. یکی به سی وصله، اینجا نوشتم. یکی هم به چی؟ به اچ وصله، نوشتم. حالا همسایه های چی؟ بسته جی. اینو ذکر میکنی قشنگ، خود جی رو هم چیکار میکنی؟ ذکر میکنی. هر نقطه رو همین بلا رو سرش میاد، فرقی نمیکنه. حالا به طب دیگه شما یکی از نکات خیلی مهم رو گرفتی. وقتی میگی اینجا سه نفر عضو دارن، 100% درجه این رس چون به سه نفر وصل میگی درجه چند؟ سه. و منطقه ما همسایه‌های بسته 4 تا باشن، یا مثلا یک کنید همسایه بسته چند تاست؟ 4 تاست. میگم خودش که خودشه، کاری باشه نشو باشیم. درجه آ چند هستش؟ میگی درجه آ الان 3. از این دوتا این نتیجه میگیرم دیگه. اینجا هم همینطور این دوتا رو نتیجه میگیرم، فرق نمیکنه بر شما. فش یعنی همیشه یه دونه از این چی هستش بیشتره. ما بعض ما درجه ها رو خود شکل هم حتی نشون میدیم. ما مثلا بحث مجاور اینا هستش، درجه هم مطرح میشه. خود اینجا میگی چند نفر وصل؟ 1 2 3. میگی یه سر ریز اینجا میذاری. این خودش به چند تا وصل؟ 1 2 3 تا وصله. مثلا 4 تا میگی درجه چند؟ 4 هم میمیسن. یا دیو نیا کن، 1 2 3 تا وصله، 3 تا درجه میمیسن. درجه ها رو بعض ما رو خود شکل ما همه کارش انجام بدیم. این میشه درجه چند؟ درجه 3. این میشه درجه چند؟ درجه 4. این میشه درجه 4. این میشه درجه 3. این میشه درجه چند؟ 2. بعد شروع میکنی اینو میگی به عنوان اصطلاحا درجه هایی که روی گراف مشخص میکنه نوشتی. بعدا میخوام ازش استفاده عددی و محاسباتی انجام بدیم دیگه. پس اینجا ما یه نکته یاد گرفتیم، همسایه های باز و بسته. صرف جو در زمان باز اینجا یادم نره بگم، اینجا بعضی ما این علامت جی رو چیکار میکنن؟ فاکتور میگن، نمینویسن دیگه، مثلا تو سرعت میشه. منتها میخوام بگم مال این گرافه، حساس هم میشیم وقتی که دو سه تا گراف توی سوال داشته باشی. اون وقت مثلا اسمای گرافو فرق میکنه، ژ ژ پریم ژ زگون مثلا شما میذارین، میگه ما دیگه اسمشو رو بنویسیم مال کدوم گراف. ولی وقتی توی یه سوال یک گراف بیشتر نداره، شما یک گراف داری صحبت میکنی، بعضی موقع اینو نمینویسیم. همونجوری که مثلا تو بحث تابع اف ایکس جی ایکس اینا رو مینویسیم، یه جا فقط میگیم که آقا تابع اف، همینجوری صحبت میکنیم. یعنی میفته دانش آموز فهمید چی داریم صحبت میکنیم. همین داستان اینجا هست برای همسایه‌ها. بعضی موقع این اندیسای جی رو نمی